سلام به مجمع خبری ساعت ده از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. نگرانی مشترک آمریکا و روسیه درباره القاعده و داعش. آمریکا و روسیه از احیای دوباره القاعده نگران هستند، اما امارت اسلامی به این نگرانی ها بارها پاسخ داده است. من فکر میکنم القاعده در تلاش احیای دوباره است. امارت اسلامی آمده است که هیچ تهدید و ضرری از خاک کشوری ما با کدام کشوری به شمول ایالات متحده متوجه نیست. روز جهانی حقوق بشر، سازمان ملل با پخش اعلامی از امارت اسلامی خواسته که به زنان حق آموزش و کار را فراهم سازد، اما امارت اسلامی از تأمین حقوق زنان اطمینان می‌دهد. مشارکت سیاسی و دسترسی به بهداشت را محدود ساخته‌اند. هیچ بخشی نیست که زنان در آن آسیب ندیده باشند. سرنوشت تلخی یک آموزگار در پایتخت، آموزگاری که از فقر و تنگدستی مجبور به کفاشی در جاده های پایتخت شده است. خانم ها اجازه بده که در وظیفه برند، چی طبقه بسار روناز باشه، چی زکور باشه، هیچ کار نیست فیلند. باید بر از او کار محیا کنند. و کاهش حاصلات مالته در ننگرهار. من سبقه سپهر هستم. عصر امروز غرب کابل گواه دو انفجار بود. سخنگوی وزارت امور داخله تایید میکند که در دو انفجار در غرب کابل دو تن جان باخته و چهار تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال سخنگوی فرماندهی امنیه کابل میگوید که انفجار نخست برخواسته از ماین مغناطیسی و انفجار دومی برخواسته از ماین کنار جاده بوده است. فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده از احیای دوباره شبکه القاعده در افغانستان نگران است. جنرال کنت مکنزی میگوید که با خروج نیروهای استخباراتی آمریکا از افغانستان، نظارت از فعالیت‌های گروه‌های تندرو در این کشور دشوار شده است، اما به گفته او این کار برای واشنگتن ناممکن نیست. همزمان رئیس کل ستاد ارتش روسیه نیز با ابراز نگرانی از فعالیت‌های گروه‌های تندرو میگوید که حامیان شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان در حال افزایشند، اما کابل اطمینان می‌دهد که افغانستان هرگز به لانه امن هراس افغانان مبدل نمی‌شود و نیز از خاک این کشور در برابر کشورهای دیگر کار گرفته نخواهد شد. فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که القاعده در افغانستان در حال احیای دوباره است و در چهار ماه گذشته رشد کرده است، اما او این رشد را اندک میداند. من فکر میکنم القاعده در تلاش احیای دوباره است. من بیشتر در این باره حرف نمیزنم، اما فکر میکنم که القاعده قطعا تلاش میورزد تا خودش را دوباره در افغانستان زنده سازد. این جنرال بلندپایه آمریکایی می‌افزاید که با بیرون شدن نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده از افغانستان، نظارت از فعالیت‌های شبکه القاعده و گروه‌های تندرو دیگر دشوار شده است. طالبان هنوز هم فرصت دارند تا در برابر داعش اقدام کنند. داعش حمله‌های خشونت‌باری را بر طالبان در سراسر کشور اجرا داده است. بنابراین من فکر می‌کنم این به طالبان آسان خواهد بود که به داعش پاسخ بدهند. همزمان رئیس ستاد کل ارتش روسیه میگوید که پشتیبانان داعش و القاعده در حال افزایشند. با نقل از خبرگزاری تاس روسیه، این مقام روسی در نشستی در مسکو گفت که هر گونه تلاش حراس افغانان برای ورود به کشورهای آسیای میانه سرکوب خواهد شد. سازمان پیمان امنیت جمعی تلاش های تندروان را برای ورود به آسیای میانه از افغانستان خونسا می سازد. این سازمان تضمین کننده مطمئن امنیت در آسیای مرکزی است و می تواند امنیت کشورهای منطقه را تضمین کند. مطمئن شوند که دیگر در اینجا جنگ نیابتی صورت نمی گیرد و در عین زمانش به دنیا اطمینان حاصل اطمینان بده که طالب ها توانایی مبارزه علیه گروه های تروریستی را دارد. اما امارت اسلامی تاکید می ورزد که افغانستان هرگز بلانه امن حراس افغانان مبدل نمی شود و نیز از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار گرفته نخواهد شد. امارت اسلامی بسیار با صلابت با تمام طرف ها بالخصوص ایالات متحده امریکا اطمینان می دهد که امارت اسلامی آماده است که هیچ تهدید و ضرری از خاک کشوری ما با کدام کشوری به شمول ایالات متحده متوجه نیست.
روسیه، امریکا، ایران و شماری از کشورهای دیگر در ماه‌های پسین پیوسته از آنچه که حضور گروه‌های هراس افغان چون داعش و القاعده خواندند ابراز نگرانی کردند. یک آموزگار مکتب در کابل ناگزیر شده است تا به علت چالش‌های اقتصادی بر رنگ کردن کفش‌های مردم در کنار جاده‌ها رو بیاورد. او می‌گوید که 4 ماه می‌شود تنخواه آموزگاریش پرداخت نشده است. در همین حال وزارت مالیه می‌گوید که پرداخت تنخواه‌های کارمندان حکومتی در اولویت کاری این وزارت قرار دارد و تا اکنون تنخواه‌های کارمندان شماری از نهادها را پرداخته است. فقر و بیکاری این آموزگار را ناگزیر ساخته است تا برای دریافت لقمه‌نانی به فرزندانش بوت‌های مردم را در بدل دریافت مقدار اندکی پول در کنار جاده‌های پایتخت رنگ کند. در خانه دیگه پدر اولادا وظیفه داشت، برکنار شد از وظیفه، دخترکم وظیفه داشت، برکنار شد، بچگکم همچنان وظیفه داشت، برکنار شد، خودمون تو وظیفه داشتم، برکنار شدم. دیگه فیلان تو کسی نبوده خانی ما که حمایت ما کنه. این بانو از امارت اسلامی می خواهد تا برای تمامی زنان اجازه برگشت به کارهایشان را بدهد. خانم ها اجازه بده که در وظیفه برند، چی طبقی بسا به اوناز باشه، چی زکور باشه، هیچ کار نیست فیلان. باید بر از او کار مهیا کنند. در همین حال سخنگوی وزارت مالیه میگوید که پرداخت تنخواه‌های کارمندان حکومتی در اولویت این وزارت قرار دارد. داده مشات ورکړه د مالیه وزارت د اولی ورځ څخه ورته یو مهم موضوع و. موږ د اسد د میاشت مشات ورکړه، بیا مشات پر اصلاح باندې کار شروع و او د دې اوس سر د پرون څخه مو د سمبولیه میزان او عقرب د میاشت مشات شروع کړه. در همین حال برخی از شهروندان میگویند که اگر به نیازهای نخستین مردم هر چیز زودتر رسیدگی نشود، افغانستان امسال گواه فاجعه انسانی خواهد بود. اگر امارت اسلامی و سایر جهان توجه نکنه برای مردم افغانستان، فاجعه بشری بسیار بزرگی را افغانستان شاهدش میباشد. زمونگ مشران طول پر کوشش کردی چه دی خلق اقتصادی مشکلات ختم کرد او که قطر کردی مشران او که دلت دی انشاءالله طول پم دی کوشش کردی. تازه هم گروه جهانی بحران هشدار داده است که اوضاع بد اقتصادی در افغانستان سبب شده است تا 1 میلیون تن دیگر نیز با نبود مسئولیت غذایی روبرو شوند که این آمار افزایش 35% را در مقایسه با آمارهای سالهای گذشته نشان می دهد. 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است، اما نهادهای مدافع حقوق بشر از اوضاع حقوق بشری در این کشور نگرانند. از این میان معاون دیدبان حقوق بشر میگوید که دسترسی مردم به ویژه زنان به حقوق بنیادیشان در افغانستان محدود شده است و در اوضاع بدتر از سال پار قرار دارند. در همین حال سازمان ملل متحد از امارت اسلامی میخواهد که بر بنیاد اصل برابری زمینه کار و آموزش را برای دختران و زنان در افغانستان فراهم سازد. گزارش از مدینه مروت. صابره نماد از صدها زن و دختر است که با سقوط حکومت پیشین کار و فعالیت‌های اجتماعیش را از دست داده است. بعضی خانمایی که نانآور بودن، سرپرست فامیل بودن که فعلا هیچ برنامه حکومت برای نانه دارند و خانمایی که مثلا محصل بودن که باید تحصیلشان ادامه میدادن فعلا اونا از تحصیل جا مانده. از 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال گرامی داشت می شود که نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر اوضاع حقوق بشری افغانستان به ویژه حقوق زنان را بدتر از سال پار می دانند. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگوست حکومت را در افغانستان گرفتند، حقوق زنان و دختران را از جمله حق آموزش، آزادی بیان، آزادی گشت و گذار، مشارکت سیاسی و دسترسی به بهداشت را محدود ساختند. هیچ بخشی نیست که زنان در آن آسیب ندیده باشند. در برخی از مناطق دورافتاده افغانستان زنان رسماً محکمه می شوند. در شهرها زنان در معرض خطر قرار دارند و از خانه بیرون رفتن نمی توانند. در همین حال یونما و عفو بین الملل نیز در اعلامیه‌های به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از امارت اسلامی می‌خواهند که بر بنیاد اصل برابری زمینه آموزش و کار را به دختران و زنان در افغانستان فراهم کنند.
شمار از بانوان در پنجشیر نیز در یک اعتراض مدنی خواهان بازگشایی مکتب‌های دوره لیسه دختران و فراهمسازی زمینه کار به زنان شدند. 88 روز می شود که بالاتر از صنف 6 دروازه های مکتب بسته است. چرا؟ دروازه های تحصیلات عالی پنجشیر و دیگر ولایت ها بسته است. چرا؟ افغانستان از جمله کشورهایی هست که مردمش از آزادی و برابری نمیتونن استفاده بکنن و از این حقوق محروم شدن. در فقر، گرسنگی و بیکاری به سر میبرن. به دنبال روی کار آمدن امارت اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری بارها از گونه‌های دیگر نقض گسترده حقوق بشری از جمله قتل‌های هدفمند و مرموز و نیز کوچ اجباری مردم از خانه‌هایشان ابراز نگرانی کردند. اما مسئولان در کابل این نگرانی‌ها را بی‌بنیاد خواندند. گردش پول فرسوده شده در بازارهای کشور به ویژه پایتخت مشکلات فراوان را به بار آورده است. برخی از پایتخت نشینان میگویند که در روزهای پسین پولهای فرسوده شده افزایش پیدا کرده و کار بار آنان را با مشکل مواجه ساخته است. در همین حال شماری از اعضای اتحادیه صرافان سرای شاهزاده هم هرچند که بانک مرکزی را متهم به کمکاری میکنند، اما با آن هم میخواهند که پولهای فرسوده شده را جمع‌آوری و دوباره پولهای تازه را به بازار عرضه کنند. گردش پول مندرس شده در بازارهای کشور چالش های فراوان را در داد و ستد مردم و فروشندگان به بار آورده است. شماری از فروشندگان با انتقاد از افزایش شمار واحدهای پولی مندرس شده میگویند که نمی توانند به درستی از این پول در خرید فروش استفاده کنند. پولای کرونا فرسوده بسیار زیاد میاد، خصوصا صدی 50 20 دهی بسیار زیاد میاد. میگیریم تا جایی که چاره داشته باشه و کارش هم میکنیم، اگر نداشته باشه ما از دولت هم میخواهیم که یک پول نو چاپ کنه و مردم توزیع کنه. دولت هم کسایی که برشون چاپ میکنن کوشش کنن که یک چاپخانه خوب معتبر قرارداد کنن که یک پول درست چاپ کنه. ضیاءالله که سرگرم خرید پول مندرس شده است میگوید که هرچند که پول های مندرس شده افزایش یافته است، اما بانک مرکزی در گردآوری آن بی‌پروا است. حالا بانک پیسه را نمیگیره. اینی را یک وقت میگرفتیم ما 1800 یا 900. حالا از ما حالی را میگیریم 1600 یا 700. بانک از ما پولای مندرس را نمیگیره. در همین حال برخی از صرافان که بیشتر در داد و ستد روزانه‌شان از پول استفاده میکنند، از بانک مرکزی میخواهند تا واحدهای پولی تازه را به بازار عرضه کند. 50000 60000 که میگیریم 10000 زی کوی نمیبره، کونیش با بر بانک هم نمیگیره. پولای فرسوده بسیار زیاد شده، مردم که نه دلار میخره کالار میخره. پولای فرسوده که مردم نان گفتن نمیتونه که ما نمیگیریم و از کسی که ما 100 دلار میخریم بازو پیسه فرسوده میتیم و یک چم نمیگیرن. بانکداری الکترونیکی یکی از راه‌های جلوگیری از معاملات نقدی و فرسوده نشدن واحدهای پول شناخته می‌شود، اما شمار اندک مردم از این شیوه در خرید و فروش در کشور کار می‌گیرند. این تقریبا میشه بویم که اخلال میکنه دوران تجارت، به خصوص دوران تجارت پرچون و دوران تجارت متوسط و حتی دوران تجارت پولی را که در حقیقت او قابل تبدیل نیست. شماری از اعضای اتحادیه صرافان سرای شاهزاده هم از نقش بانک مرکزی در این راستا انتقاد میکنند. تا فعلا اداره در افغانستان بانک در این کدام تصمیم نگرفته، امیدوار هستم که در این تصمیم اینا کوشا باشند، چون یک گپ معمول است در تمام دنیای مرواج است. وقتی که پول مندرس میشه یک کنه میشه از فعالیت باز میمونه، اونا را عریق میکنن، بجایش پول نو چاپ میکنن. اما دیدگاه مسئولان بانک مرکزی را در این باره با وجود تماس های پی هم به دست آورده نتوانستیم. حاصلات مالته در ننگرهار امسال کاهش یافته است. ریاست کانال ننگرهار میگوید که خشکسالی سبب شده است تا امسال فراورده های میوه به ویژه مالته در این ولایت کاهش یابد. در اینجا در ولسوالی بوتیکوت ولایت ننگرهار فارم مالته است. سالهای پیش از این فارم ده ها تن مالته به دست می آمد، اما امسال به گفته بازارگانان مالته به علت خشکسالی فراورده های مالته کاهش یافته است. پروسکنه حساب تو چگورو پروسکاله ریت خنو سکاله مارکیت خود خو حاصلات کم دی. بار دیر نلری په خاطر د وچکاله او د بارانونو او د مزدغم په حساب باندې دغه فصل کم دی، حاصلات کم دی دغه.
همه ساله ده ها کاریگر در این فارم سرگرم کار بودند، اما اکنون این کاریگران میگویند که در شمار آنها نیز کاهش آمده است و مسئولان این فارم ده ها کاریگر را به علت نبود کار جواب دادند. بس دو سو افغانی ورد را که غرمی دوڑیم پده ده، خو سکالی اصیلات دسی نشتا، پرو سکالیم خو تیر کلون خو، سکالی بارانم نده شوی، او پسل بس دسی سکالی کمزور ده ده، ملتای کمزور ده. ورد دو سو افغانی را که منگتا زماغون تی دیر کسان دلتا کار کهی، او دو وطنوال نمیده خوختنه ده، چی دو بل زی بل حریچ خیوات میوه خوری، نو باید چی زمگ دو خپل وطن میوه خوری. ریاست کانال ننگرهار میپذیرد که به علت خشکسالی حاصلات بسیاری از تولیدات کاهش یافته است. د وشکاله د عمل په ټول افغانستان کې وشکل کښتونو ته زیانونه اوښتلې دي چې زموږ د مالټو باغونو ته هم په وخت اوبه نه دي رسېدلې. دا موږ منو. این اظهارات در حال ابراز می شوند که آمارهای رسمی کانال ریاست ننگرهار نشان می دهد که حاصلات مالته سال پار به 1900 تن رسیده بود، در حالی که این حاصلات امسال به مراتب کاهش یافته است. امارت اسلامی گفته های مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا را درباره طالبان را نادرست و جنگ طلبانه می داند. جان بولتون به تازگی طالبان را شایسته به رسمیت شناختن ندانسته است و گفته است که طالبان هرگز به دنبال ایجاد حکومت همشمول نبودند. در همین حال نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید که واشنگتن درباره پیامدهای بد پیشروی نظامی برای طالبان هشدار داده بود. جان بولتون در گفتگو با صدای آمریکا طالبان را به عهدشکنی در برابر جامعه جهانی متهم می‌سازد و می‌گوید که آنان شایسته به رسمیت شناختن نیستند. من فکر می‌کنم که آنان هرگز قصد تشکیل یک حکومت فراگیر را نداشتند. فکر می‌کنم آنان معتقد بودند که با خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو می‌توانند اداره کامل را به دست گیرند. در این مرحله به گونه‌ای مطلق هیچ دلیلی برای هیچ کشور وجود ندارد که طالبان را به حیث حکومت قانونی افغانستان به رسمیت بشناسند. امروزه در افغانستان بحران بشری بیداد میکنه و هم به خاطر به رسمیت نشناخته شدن دولتش. ما امیدوار هستیم که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای دوست در سطح منطقه و بین المللی دولت افغانستان را به رسمیت بشناسند. اما امارت اسلامی جان بولتون را یک شخص جنگ طلب خطاب میکند و گفته های او را نادرست میداند. همین چهره های جنگ طلب بودند که در نظام ایالات متحده آمریکا جای گرفته بود و جنگ آمریکا را در افغانستان با 20 سال طولانی تر ساخت و بجز خسارات مالی و بشری و ویرانگری چیزی دیگر را به آمریکا و متحدانش به ارمغان نگذاشت. در همین حال نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در گفتگو با یک رسانه آمریکایی گفته است که ایالات متحده از پیامد انتخاب گزینه نظامی برای طالبان هشدار داده بود. توماس وست به این باور است که واشنگتن حالا می‌خواهد برای عملی شدن وعده های طالبان به گونه مستقل نظارت کند. ما با طالبان درباره اتکای افغانستان بر کمک‌های بزرگ بیرونی پیش از حاکم شدن آنان بر افغانستان گفتگو کرده بودیم. آنان گزینه پیشروی نظامی را انتخاب کردند و پیامدهای آن را می‌دانستند، اما این تصمیم را گرفتند. متأسفانه اکنون مردم افغانستان از برآیند آن رنج می‌برند. جامعه جهانی گفته تا زمانی که پیش شرط‌های شصوی طالبان پذیرفته نشود، حکومت جدید در افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. اما امارات اسلامی گفته از زیر فشار جامعه جهانی نخواهد رفت. شیرشاه رسولی، تولو نیوز، کابل. روسیه تصمیم بانک جهانی را بر آزادسازی تدریجی پل‌های منجمد شده افغانستان ناقص می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که ذخایر ارزی افغانستان را به گونه کامل آزاد سازد. یک نهاد رضاکار زمینه برگشت بیش از 50,000 دختر و پسر را به مکتبها فراهم ساخته است. نهاد راه قلم در سالهای پسین توانسته است با تشویق خانواده ها در بخش های دوردست زمینه برگشت هزاران دانش آموز دختر و پسر را به مکتبها فراهم سازد.
نهاد راه قلم توانسته است که در سالهای پسین روستانشینان را بفهماند تا مانعی رفتن دختران و پسرانشان به مکتبها نشوند. به گفته بنیانگذار نهاد راه قلم، در نتیجه پیکار رضاکارانه توانسته است زمینه آموزش را برای نزدیک 54,000 کودک فراهم سازد. دو هزار نسخه می رپل کرده مجدبورونو رپل کرده. دیت خنن پتول افغانستان کی چلیوی سوار زکران رو دیسته. دیتیم پا هر ولایت ده هر سیم ده هر کوم ده هر مذب چی پدی هواید که جون کی. پیکار برگشت به مکتب از بحر روستا به روستا و حتی خانه به خانه راه اندازی شده است تا ذهنیت مردم برای نرفتن کودکانشان به مکتب تغییر کند. گرده یشپنیانی یا غوبنیانی پا هیچی نپوهیر مرخ پل مکتب غواری چی وادار سو د نړۍ سره سم سو موږ افغانستان پاتې دی در به در یو ټکټ کوریو څنګه نه غواړو مکتب دا موږ دپاره د ویاړ ځای دی او نور هم موږ لګیا یو خلکو سره خبرې کوو کلو ته ځو چې خلک د کوچنیانو دپاره نور هم و ښوونځي و خلاصولو ته آماده اوسي. عطاولا ویسا و رضاکاران دیگر نهاد راه قلم در جریان پیکار برگشت کودکان به مکتبها کتابهای درسی و قرطاسیه را که از نهادهای مددرسان گردآوری کرده بودند نیز به 1,500,000 کودک توزیع کردند. این نهاد از کتابهای گردآوری شده 40 کتابخانه را در سراسر کشور نیز گشوده است. په اوس وخت کې چې افغانستان له ستونزو سره مخ دی د معارف څخه د مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د هېواد په هره برخه کې د هر ماشوم پر مخ ښوونځي خلاص کړي څه نر وي څه ښځینه ماشوم. افغانستان یکی از بدترین کشورها به کودکان در جهان شناخته می شود. در تازه ترین گزارش صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد آمده است که نزدیک به 4,000,000 کودک که 60% آنان دخترانند از آموزش و پرورش در این کشور محرومند. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبردار. از همراهیتان سپاسگزارم. تا سلام دیگر، شب بخیر.